درود دیگر بر شما شنوندگان و بینندگان ارجمند این پایگاه فرهنگی و امید به گاهان خوش فرداهای روشنتر از دیروز برای یکایک شما هممیهنان و همزبانان خوبمون در هر کجای دنیا که هستید، چه در درون مرزهای ایران زمین یا بزرگترین زندان تاریخ آفرینش که 80 میلیون تن زندانی رو در خودش جا داده، یا در بیرون از مرزهای این کشور درد کشیده که در 40 سال گذشته کم آسیب ندیده، کم زیان ندیده. و شما مردم خوب وفادار ایران چه کارها که نکردید، چه ستمها که نکشیدید و چه سرکوبها که نشدید و چه دردها که ندیدید و چه ماتمها و افسوسها و اندوها که شانه های زخمی شما رو به راستی زخم اندر زخم نکرد. برای یکایک شما خوبان زادگاه هم، خوبان سرزمین زیبای پارس، کهندیار پارس، بهترین آرزوها رو دارم و امیدوار هستم که نوروزگان پیش رو، جشن چهارشنبه سوری زیبای پیش رو، انباشته باشه از بهترین نویدها، خوشترین یادمانه ها و ارزنده ترین، شکوهمند ترین جشن ها و فرخنده ترین و خجسته ترین نویدها رو از پیرامون دریافت بکنید، علارغم ستم و سرکوب سخت و علارغم حضور دیو و ددی که یکایک شما را آزار میده و مایه ننگ کشور ما شده در 40 سال گذشته. این دشمن 40 ساله که روی دیگر دشمن 1400 ساله هست و کم به ما بد نکرده، کم زور نگفته، کم نام ما رو در میان مردم دنیا، مردم دنیای هزاری سوم، سده 21، آغاز سده 21، کم ما رو به بدنامی معرفی نکرده. امیدوار هستم که امسال سال فروریزی این دستگاهشون و سال سربرآوردن پیروزی برای نخستین بار پس از 4 دهه بدنامی باشه و از مزدای اهورا خدای راستین پارسی، خداوند بخشنده مهربان، میخوام که سایش بر سر یکایک شما هم میهنان خوبم همچنان استوار باشه، خورشید گرم فردا درخشان باشه، مرزهای ایران زمین از دشمن محفوظ باشه، به ویژه دشمنی که در درون خانه در روند 40 ساله نفوذ کرده و این رخنه شون کم مایه زیان نشده. یگانگی شما فرزندان خوب ایران زمین، یگانگی شما سربازان جانبنکف ایران راستین، شما وابستگان به ارتش نیرومند ایران زمین، شما ارتشیانی که کم زخم نخوردید از این دیو و دد، کم آسیب ندیدید، کم زیان ندیدید، شما افسران از جان گذشته، شما درجه داران، شما سربازان، شما همردیفان و شما یکایک باشندگانی که در ارتش درد کشیده ایران 40 ساله، همه تلاشتون این است که این دشمنی که مایه بدنامی شد ما شده، روزی گریبانش رو بگیرید و از بالای ستون استبداد به زیر بکشید. اون روز نزدیکه، خیلی نزدیکه. ببینید دخترکان خیابان انقلاب چه میکنن، روسری های ننگین رو که مایه بدنامی شهروند ایرانی هست و یادگار ننگ 1400 ساله و ستم و سرکوب 40 ساله، به چوپاره ها میکنن و در بلندی ها روی سکوها و آنتن های برق میستن که از بلند جایگاه به دشمنان خانگی بگن شما شکست خوردید، شما با فرهنگ زشت 1400 سالتون در 40 سال گذشته اونچه که کردید همه تباه بوده، همه محکوم به فنا و نابودی. شما نتوانستید با میلیاردها دلار هزینه ای که از جیب ملت ایران کردید، شما نتوانستید از غارتی که از سفره ملت ایران کردید، شما گناهکاران فطره‌ای، شما بدسرشتانی که براستی جانورانی هستید که از گورهای 1400 ساله سر برکشیدید تا ملت ایران رو بدنام بکنید، بد بکنید، بد بیاموزید، بدآموزی بکنید. نه جایی در دل ملت ایران دارید، نه جایی در سر اندیشه این مردم دارید. و
و نه به راستی شایسته کوچکترین احترام هستید. با تمام این تفاصیل، با همه بدیهایی که به ملت ایران کردید، این را بدانید. مردم ایران نجیبتر از اون هستن که شما نانجیبها رو انتقام ازتون بگیرن. شما رو ملت ایران میبخشن. در یک فرازی عفو عمومی خواهیم داد. در یک فرازی در نگارش قانونهای آینده این سرزمین برای نخستین بار پس از 1400 سال بدی که شما بدآموزان در کشور مزای اهورای ما، کشور دادار پاک دادگران کردید، ما پدیده زشت اعدام رو در قانون اساسی آینده ایران، در قوانین جزایی آینده ایران خواهیم زدود تا این ریشه کشتن و کشته شدن برای باور و آرمان از میان ما ایرانیان رخت بربنده و برای نخستین بار بتوانیم بدون ترس زندگی کنیم. شمایی که 40 سال ترس رو آزمودی، دم به دم، نفس به نفس، گام به گام، ساعت به ساعت، ذره به ذره، روز و شب مردم رو ترساندید، این ترسیدن و ترساندن رو از کیش زشتی آموختید که 1400 سال بیزاری زایید. شما اینکه چرا بد میکنید شاید گناهی ندارید، به خاطر اینکه شما اینجوری زاده شدید. پدر و مادران گمراهی شما رو به گمراهی تربیت کردن، آموزگاران بدی شما رو به بدی آموختن، آموزش بد دادن. اون تازینامه زشت جز زشتی و پلیدی و پلشتی و درندگی و دریدگی چیزی به شما نیاموخته. بنابراین شاید شما گناهکار نباشید. به همین دلیل هست که ملت نجیب ایران در فردای پیروزی شما رو خواهند بخشید، عفو عمومی خواهند داد، مگر اونهایی که دست ناپاکشون به خون پاک ملت ایران آلوده است. اونها دریدگان درندهی هستن، جانوران آدم نمایی هستن که در دادگاه‌های ملی میبایستی کیفر میشن. اونا مایه بدنامی شهروند ایرانی بوده و هستند و خواهند بود. با این همه ملت نجیب ایران در نوروز پیش رو با هم همپیمان میشن با نوید خوشی که این سرباز از همین کانال به شما خواهد داد. دگرگونی‌های سازنده‌ای در شرف انجام هست. پیروزی های ارجمندی در تاریخ فردای ایران ماندگار خواهد شد که به راستی فرداییان به امروز و این رستاخیزی که دخترکان شیردل ایران زمین و شیرزنان به راستی دلیر ایران زمین آغاز کردن از 7 دی امسال به این سو، یادگار ارزندهی در دفتر تاریخ ایران زمین خواهد بود و آنگونه که با آیندگان به اون ببالند و بنازند، با آنگونه که دفتر تاریخ ایران زمین سرش بلند باشه و بگه بله، بیدادگران ضحاک‌کیش رو دخترکان ایرانی با لچک‌های روز سرشون که یادگار یک یورش پلشت بود، یک شکست نظامی 1400 ساله بود، دخترکان جوان این نسل از خانه راندن و ضحاکان را از بالای ستون استبداد و خودکامگی به زیر کشیدن تا بتوانند فرزندان خوب فردای ایران زمین رو در یک فضای آرام، در یک آموزش و پرورش سالم تربیت بکنن که ددکیشی و بدکیشی و دیوکیشی برای همیشه از ایران زمین رخت بربنده و این بدآموزی اهریمنی برای همیشه از همه ذهنها زدوده بشه، بدی فراموش بشه. پندار و گفتار و کردار نیک اشو زرتشت از پنتومن عنوان نماد راستین فرهنگ خوب ایرانی ماندگار بشه در این سرزمین. آیین نیاکانی یک بار دیگر شهروند ایرانی رو شایسته زیستن در میانه هزاره سوم بکنه و از صده 21 جهان به ایرانی بنازه که همشانه ایرانی باگذشت، فروتن، خردمند، نیرومند و سازنده باشه. اون روز در راه
فردای آبستن دگرگونی های خوب که ایرانی رو در بر خواهد گرفت و شهروند ایرانی رو به جایگاه راستین خودش باز خواهد گرداند خیلی نزدیکه. روی سخنم با شما سپاهیانی است که در 40 سال گذشته کم به ملت ایران بد نکردید. شما بسیجی ها، شما لباس شخصی ها، شما مأمورین اطلاعات و امنیت، شما دستگاه های سرکوبگر انتظامی، شما دستگاه خودکامگان ردا بردوش دستار به سری که کارنامه بدی در 40 سال گذشته دارید. شما که مایه ننگ ایران شدید، شما که ایرانی رو جانش رو گرفتید، برای 1 میلیون تن از هممیهنان ما رو کشتید، میلیون ها تن رو آواره کردید، میلیون ها تن رو در جنگ میان دو بدکیش جانشون رو گرفتید، دست و پا و چشم و کمر و شکستگی و انفجارهای ناشی از انفجارهای گوناگون اینها رو معیوب و معلولشون کردید. شما که زیان بسیار به کشور ما زدید، هزاران میلیارد دلار خسارت مالی، آلوده کردن آب و هوای این کشور، ناپاک کردن خاک این کشور، گسترش اعتیاد به مواد افیونی، ما کم نشنیدیم که قیمت تریاک و قیمت هروئین و کوکائین و نمیدونم ماریجوانا و فلان و این آلات روانپارگی در ایران از قیمت سیگار ارزونتر شده. چرا چنین کردید؟ به خاطر اینکه مردم رو مثل خودتون دیوانه بکنید، که ندونن جوانان ما رو فاسد بکنید، که نتونن از خودشون دفاع بکنن، و شما هر کار دلتون میخواد بکنید. به راستی روزی در وجدانهای خودتون، در درون اون شخصیتهای ناپاک خودتون، یک سرسوزن، یک ارزن، یک جوپاکی اگر وجود داشته باشه، یک ذره اگر ایرانیگری وجود داشته باشه، آیا به خودتون فکر کردید چرا این همه بدی؟ شما دستگاه انتظامی که ابزار گسترش زور بدکیش، زور بدان، زور بدآموزان، زور دروغگویان، زور اهریمنکیشان در ایران هستید، میبایستی چشماتون باز بکنید، دریچه دلهاتون رو به سوی فرهنگ راستین ایرانی باز بکنید. بدانید مردم چقدر از شما بیزارن. تلاش بکنید در همسایگی با مردم، در همدمی و همدردی با مردم، با اونها همراه بشید، غم اونها رو به دل بگیرید. این مردم افسرده به جان آمده امروز و فردا هستند که برخیزن و خشمشون رو به جان شما پیاده بکنن. تردیدی نیست که اگر خشم برافروخته این مردمی که 40 سال یا زیان دیدن و آسیب دیدن و این خسارات رو تحمل کردن، دلار 7 تومنیشون شده بالای 5000 تومن، آبروی ارزندهشون شده بی آبرویی و نام نیکشون شده بد و پیشانی دانه دانهشون با انگ زشت ترور و تروریسم آلوده شده، ارزش پاسپورتشون در دنیا به 0 رسیده، ارزش اسکناسشون به زیر 0 رسیده، بانکهاشون ورشکسته شده و این همه زیان و بدنامی، مردم خشمگینن، مردم از شما بیزارن، مردم شما رو میخوان ادبتون بکنن. اونهایی بخشوده خواهند شد، چه از چشم مردم، چه از چشم نیروهای مسلح راستین ایرانی که در کمین نشستن تا گریبان دانه دانتون رو امروز و فردا بگیرن. شما در صورتی به راستی بخشوده خواهید شد در دادگاه های ملی فردا که امروز گامی به پیش بردارید. امروز هست که میبایستی برای فرداتون
فرداساز بشید. امروز هست که میبایستی با ارزنی اندیشه در کله های پوکتون به فردای خودتون، زنتون، بچهتون، منصوبینتون، بستگانتون، خیشانتون بیاندیشید. کجای دنیا میخواهید فرار بکنید؟ چه میخواهید بکنید؟ تا کی میخواهید بکشید؟ این ماشین زنگ زده آدم کشی شما تا کی خون خواهد ریخت؟ شما تا کی خواهید توانست این نکبت و بدی و این زشتی و این دیوکیشی رو تا کی میخوای ادامه؟ روزی خنجرهای تیز شما هیچ گلویی رو نخواهد داد. روزی تانکهای شما زنجیرهاشو از دست خواهد داد. روزی گرزهای پودکاسای آهنین شما ضربات بایسته رو به جان و دل و سر و تن مردم کارگر نخواهد کرد. شما امروز و فردا هستید که به زانو در بیایید. چیزی به پایان بازی نمونده. من به شما به نام یک سرباز آگاه نسبت به فرود و فراز کشورم توصیه می کنم. باور کنید روزهای شومی در انتظار شماست. اگر به خودتون نجنبید، اگر به مردم نپیوندید، اگر مثل اون بسیجی پاک سرشت نیکنهاد نیک سرشت اون کاغذ پاره رو در برابر دوربین های رسانه های دنیا پاره نکنید و نگویید که من نخست ایرانی هستم، بعد پیرو به هر اندیشه و هر بازی و هر باور و هر آرمان، ایرانی هرگز نخواهد ماند. ایرانی در فرازهای گوناگون تاریخی سر برآورده زنده مانده که ما امروز وارثین تاریخ کهنش هستیم. باور کنید فردای سختی پیش رو دارید. جشن چهارشنبه سوری زیبایی در پیش رو داریم برای چهارشنبه آینده. شما فرزندان خوب ایران زمین، شما دلیر جوانان، شما دلیر زنان، شما شیر زنان، شما شیر مردان، شما ماده ببران، دانه دانه شما هر کدوم بهتر از هر تکاور و هر چریک و هر گریلا و هر جنگنده و هر رزمنده ای میدانید. در خیابانهای تهران و اصفهان و شیراز و ساری و نجف آباد و اصفهان و درگز و گرگان و شاهرود و بستام و رویان و اهواز و خرمشهر و آبادان و سوسنگرد و شادگان و کرمانشاه و بستان و بیرجند و گوشه گوشه های ایران چه باید بکنید؟ شما بودید که هفته دی به این سو در بالای 140 شهر و شهرک ایران زمین برخواستید و فریاد زدید، مرگ دیو رو خواستید. این شما بودید، شما هستید و شما خواهید بود که چهارشنبه سوری رو میتونید با سلیقه خودتون، با بینش خودتون، با ابتکار خودتون، با هنر خودتون تبدیل بکنید به گور اندیشه زشتی که 40 سال شما رو مزاحمتون شده، موی دماغتون شده، مایه بی‌آبرویی دانه دانه ما شده، مایه زیانهای فراوان ما شده. به دیودت در خانه بگویید که اونها از شما نیستن و شما از تبار کهندیار پارس هستید. فرزندان کاوه آهنگرید، فرزندان رستم دستانید، فرزندان بابک سرخ جامعید، پسران و دختران بزرگمید سپید جامعید. شما فرزندان حسین منصور حلاج هستید. شما مردان و زنانی هستید که خدای راستین رو در خودتون میجوید، نه در اون بت زشتی که در اون بتخانه 1400 سال پیش با زور شمشیر و خون و آتش و مرگ و ننگ و انگ بر ما سوار کردند و 40 سال پیش در یک شکست سیاسی دیگر ما رو وادار به یک خودکشی زشتی کردند که امروز شما نوادگان اونها دارید دانه دانه برمیخیزید تا حسابتون رو با دشمن در خانه صاف بکنید. هزار آفرین بر شما و
برای چهارشنبه سوری بسیار بسیار ماندگاری که در تاریخ به وجود خواهد آمد. طبیعی است که دوربین های مدار بسته رو بدونید باهاش چه معامله میکنید در جاهایی که میرید. طبیعی است که شما آدم های بدخواه دستگاه انتظامی نیستید. طبیعی است که شما حد اکثر هنرتون خلع سلاح اونهاست و نه آسیب رسوندن به اونها. طبیعی است که شما هنر رزمی خودتون رو در یک اندیشه بسیار بسیار فروتنانه ولی چون ببر چون شیر بیباکانه به دشمن اثبات خواهید کرد و طبیعی است که شاهکارهای شما رو فدائیان در کتاب تاریخ ایران زمین خواهند نوشت. این چهارشنبه سوری چه اتفاقی در شهرهای بزرگ و کوچک ایران از بالا تا پایین از باختر تا خاور چه اتفاقاتی افتاد؟ نازنین فرزندانم، ایران فردا آبستن دیگر شدهای بنیادی نیست که شما دانه دانه شما سازندگان این دیگرگونی هستید. هیچ کس تواناتر از شما نیست، هیچ کس نیرومندتر و بیباکتر و دلیرتر از شما به میدان نخواهد آمد. خانه شماست، این شما هستید که میبایید اون رو بیارایید. خانه شماست که به دست ناپاک ددخویان ددسرشت دستاربند ردا بردوش ناپاک شده. این ناپاکان خانه ما رو آلودن. این شما هستید که اون رو میبایستی بپالایید از وجود ناپاک دشمنان خانگی. دشمنان خانگی دشمنان 1400 ساله این که اندیشه تباه بیابانی رو در ایران زمین پراکندن و در روند 40 ساله کارنامه زشت خودشون رو به دانه دانه شما نشان دادن. مایه بی‌آبرویی همه شهروندان ایرانی در سراسر جهان شدن. این شما هستی که این کارنامه ها رو برای جهانیان امروز روشنتر از آفتاب میتونید باز بکنید، به همه بگید اینها چرک های یک فرهنگ بیابانی هستند که هیچ ربطی به فرهنگ زیبای شهروند ایرانی نداره. کیش زیبای ایرانی کجا؟ این دریدگان درنده بیابان کجا؟ بیایید از مزای اهورا، از اشوزفشت سپنتمان راستیم خداوند خوب ایران زمین بخواهیم این نوروز و این جشن شادی آتش که آتش پاک درون هر ایرانی رو، هر شهروند آریایی رو، هر شهروند کهندیار پارس رو داغ‌تر از خورشید تابان آسمان میکنه، آنچنان درخشان بکنه، آنچنان سوزان بکنه که چشم دل دشمن رو به این شکوه باز بکنه و دشمن دریابه که تنها با فروتنی، تنها با کنار آمدن، تنها با یک ارزن خرد میتونه از این زشتی ها در بگذره و خسارات احتمالی فردا رو هرچی کمتر بکنه. تردیدی نیست که شما پاسداران، شما سپاهیان، شما بسیجی ها فراوان هستند در میانتون که متوجه این اشکالات اساسی در روند 40 ساله شدن. در میان شما خانواده های گرسنه کم نیستن، در میان شما کم نیستن کسانی که حقوق ماهیانه شون به تعویق افتاده، در میان شما کم نیستن که دست و پا و سر و گوش و جان و کمر و شانه و تندرستی و ریه و تنفس و فیزیک زندگیشون رو در جنگ لعنتی 8 ساله از دست دادن و روی چرخ و روی گرفتاری و به نام زشت شهید روزگار بدی دارن. کم نیستن در میان شما که صفها و ستونهای پیکارگران امروز و فردای ایران رو تشکیل خواهید داد. بکوشید حقیقت راستین خدایی که بخشنده و مهربان است و امروز و فردا سال نوی رو، سال شکوهمندی رو در ایران پا به پای هم دست در دست هم خواهیم آغازید. بیایید حقیقت رو پیدا بکنید، راستی رو پیدا بکنید و دشمنانمون رو
وادار بکنیم این راستی ارجمند و گرانمایه ایرانی بودن رو درست دریابن و بدونن سال نو میتونه سالی باشه فرخنده، خجسته، تابان، دهش خداوند یکتا از آسمان بر زمین، بر 80 میلیون زندانی، بزرگترین زندان تاریخ در 1,648,195 کیلومتر مربع خاک مقدس ایران. بیایید با هم آرزو کنیم نوروزگان نوروزی فرخنده باشه، چهارشنبه سوری چهارشنبه سوری سازندهی باشه، نوید بخش برای فرزندان فردای ایران زمین و یک آموزش برای دشمنان سوگند خورده این سرزمین که بدانند، همه بدانند شما فرزندان دلیر و بیباک خوب ایران زمین، شما جوانان سرانجام گریبان دشمن رو به چنگهای خودتون خواهید فشرد و شکوه شهروند ایرانی رو در ایران زمین به او ارمغان خواهید کرد. امیدوار هستم دانه دانه شما با نیروی روحانی که در درون هر یک از شما میتونه جوشان باشه، با اون اراده های توانا و کوبان خودتون که از هر پولاد استوارتر میتونه باشه، با اون باورهای بی سر سوزنی تردید که به راستی میتونه از هر یک از شما یک ستاره، یک کاوه آهنگر، یک رستم، یک سپید جامعه بزرگ امیدی، یک سرخ جامعه بابکی بسازه، یک پیشوا، یک آریابرزن، یک روزبهان، یک بهمن جازویه، یک بزرگ مرد شیر مرد رام هرمزی بسازه که هر کدوم از این ستاره ها از جانشون گذاشتن که تونستن فردا رو بسازن. اینها بودن که امروز برای هر یک از ما ستاره های تابناک آسمان شکوفان تبار میهن دوست هستن. شما هر دانتون میتونین چنین آفرینش رو دست یازید. شما هر کدومتون میتونید به راستی ستاره دوران خودتون در تاریخ درد کشیده 40 ساله باشید. این سیاست پخته شما و این برخورد پخته شما و این روش کار به راستی سازنده شما هست که دشمن رو در یک فراز کیش مات خواهد کرد. در این گاهان خوش که به چهارشنبه سوری داریم نزدیک میشیم، فرزندان خوبم، دانه دانه شما رو به مزدای اهورا میسپارم. از او میخوام پشتیبان شما باشه. شاد باشید، پاینده و سرفراز باشید، همراه با خاک پاک ایران زمین. چنین بود تا هفته آینده.